با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 24 از ماه اکتبر. در روزهای دوشنبه حدود یک ساعت و نیم تقریبا اندکی کم و بیش خدمت شما هستم و بوده ایم در طی این سالها و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. ستون اصلی در واقع حقیقت است، حقیقت یابی در سخن، به جهت اینکه ارتباط ما با یکدیگر با کلام هست. ارتباط دولت با مردم با کلام هست، ارتباط شاعر با جامعه با کلام هست. خلاصه انسان میگویند حیوان ناطقی است، بنابراین این نطق دارای ارزش هست. سخن را سر است ای خداوند و بن، و اینکه سخن بی سر و بن به ما خورانیدن در طول تاریخ و ما هم پذیرفتیم، این امر غریبی است و بسیار عجیب است. و این مغرب زمین هم همینطور بود تا فضلا پیدا شدن. از ارسطو، از روزگار ارسطو آمد گفت آقا نمی شود هر سخنی رو گفت و بایستی ما طریقی پیدا کنیم که سخنان نادرست رو تشخیص بدهیم از سخنان درست. ما رو فریب دادن. اون چه دین گفته است تا شاید 90% مغالطه است، مغالطه بی ارزش، و ما پذیرفتیم. عرض کردم احساس انسان، یعنی حواسش، نه احساس، حواسش، این حواس پنجگانه، این به قول اون دانشمند انگلیسی در طی مرور دهور این به تکامل رسیده، به کمال رسیده. خیلی سریع ما گرما رو حس میکنیم، خیلی سریع سرما رو حس میکنیم، گوشمون خیلی تیزه، صداها رو از نمیدونم 20,000 فرکانس تا نمیدونم چند هزار فرکانس، ما از 6,000 گویا تشخیص میده، اما راست و دروغ رو از هم تشخیص نمیده، به جهت اینکه مغز ما در طی تکامل از حواس ما عقبه، به تکامل نرسیده. خیلی راحت است مغز رو فریب دادن. و ما هم به طور کلی آدمای شرقی، ما آدمای خرد نبوده ایم، روی هم رفته، یعنی استدلال عقلی در نزد ما ارجی نداشته. گفتیم دیگه، از لاتون لاسوت به ناهوت باف، لاهوت بافتیم، با لاهوت رو به ناسوت چسبندیم. عرض کنم داستان فشار قبر و آتش جهنم و عرض شود که ظهور امام زمان و اینا، همه یک شاهی ارزش نداره. همه اینها روی هم 10 شاهی نمی ارزه. همه این ادهان روی هم به اندازه یک قرص آسپرین خدمت به این بشریت نکرده. و هرچه من میگم درسته، هرچه تو میگوی غلطه. بهشت اصلا متعلق به من تنهاست. ما مسلمانان پاک و پاکیزه. بله، اروپا هم به همین وجه بود. باره قرض کردم خدمتتون، اروپا بعد از ارسطو دوباره افتاد به مغالطه، چون دین آمد دیگه. دین چیزی برای گفتن نداره جز دروغ، هیچی برای بیان ندارد جز دروغ، دروغای مقدس. ما آدم ها هم نیازمند یک تکیگاه روحی هستیم. دلمان میخواهد که یک چیزی رو بپذیریم. وقتی انسان بخواهد چیزی رو بپذیرد و دوستدار اون باشد، دروغاش رو مثل شربت گوارایی مینوشه. و در سایه این ضعفی که در وجود آدمیزاد هست، حالا ترس مرگ هست، حالا هرچه هست، هزار دروغ عرض کنم که به ما خوراندن و ما پذیرفتیم.
امروز ما اسیر دروغ آزمایان هستیم. کار آخوند جز دروغ گفتن که نیست. شما آخوند دیدید یه کلمه راست، یه حرف منطقی درستی از زبانش جاری بشه که بشه باید بگیم آقا به 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 این سخن. همچی چیزی نیست. بنابراین از روزگاره که رنسانس میگوییم ما به زبان فارسی و رنسانس به زبان انگلیسی، باز متفکرین پیدا شدن که این زبان رو پاک بکنن از مغالطات، و علم کلن خواستگاهش از اونجا شد که ما گفتیم آقا، آمدن گفتن آقا وقتی ما مطلبی رو بیان میکنیم، مقدمه اول رو میگوییم، مقدمه دوم رو میگوییم، نتیجه ای که از این دو مقدمه استنتاج میکنیم، این بایستی معنی داشته باشد، بخواند با اون دو مقدمه، وگرنه نتیجه که غلط باشد خب سخن مغالطه است. بله. کتاب های آسمانی نگاه میکنی میبینی از ابتدا تا انتها مغلط هست. با عقل سازگاری ندارد. ولی ما آدم های ترسو میپذیریم و امروز به این چاه نکبتی که ما فرو افتاده ایم، هیچ ملتی به این چاه نیفتاده از این نوع. در قرون وسطا چرا؟ اروپا به همین چاه افتاده است که ما افتادیم امروز. ولی بعد دیگه در دین رو بستن، رهاش کردن برای سینه های مردم و اندیشه مردم و وجدان مردم، و هر کرده هر دینی میخواد بره بزن. هر تبلی میخوای برو بزن. در سرنوشت مردم اما نمیتوانی دخالت کنی. قانون بسازی از دینت. ملت بزرگ مثل ملت ایران آمده انقلاب کرده 120 سال پیش، تمام گرفتاریش این بوده که مبادا از این قرآن دستوری وارد این قانون اساسی بشه. خوابشون نمی برده. بارها گفتم این داستان رو، هرچند بگم کم گفتم. و بعد آمدن خود این قرآن و دم و دستگاه و فقه نمیدونم جعفری و اینا رو کردن قانون مملکت. شما فکرشو بکنید این چه نکبتی است واقعا. از کجا آورد این رو؟ آقا این فرستاده خدا در بیابان‌های عربستان چنین گفت. ما تا انتهای عالم ما باید پیروی کنیم. میگیم آقا اون آقا خودش جاش که عوض شد حرفاش عوض شد، آمد گفت اینا ناسخ و منسوخ هن. چون حرفایی که در مکه زده بود در یک شرایطی بود، اون بزرگوار اون محترم که در یک نقطه از یک موضع ضعف سخن میگفت، چون نه پشتیبانی داشت، نه پولی داشت، نه شمشیرزنی داشت، کسی نداشت، حرفای شاعرانه میزد، حرفای خیلی خوب میزد. وقتی که آمد و پشتیبانی از شمشیر گرفت و تکه کرد به قمه، اون حرفا رو پس گرفت، گفت اینها ناسخ اونهاییست که گفتم قبل. خدا من اگه بخواهد حرفش رو عوض میکنه. بفرم اینم خدا دیگر نپذیرفتن. اونها شد ناسخ حرفای قبلی. حالا که شرایط سومی در زندگیش پیدا میشد که مجبور میشد دومیارم باز منسوخ بکند، میکرد. ضمانت قبول شمشیر. تو قبول نمیکنی که این ناسخ و منسوخ قرآن خون قرآن اینطور گفته است و خدا گفتم، گردنشو بزن گردنشو بزن. آقا غلط کرد. آقا من میپذیرم. آقا درست میفرمایید، اینا ناسخ و منسوخن. خداوند عقلش کوچیکه، مرتب عوض میکنه. آقا من خودم حرفش عوض میکنه. ناسخ و منسوخ، متشابهات و محکمات. زیر سایه این تعلیمات هیچ جامعه‌ای به سعادت نرسید هموطن، جز بدبختی
و نکبت و ادبار و جهالت، هیچ چیز از این داستان تولید نشد. هیچ. ایرانی‌ها بیچاره دست و پای زدن یه چند قرنی، هی برای اینا فلسفه درست کردن، هی برای این تفسیر درست کردن، هی برای اینا زبان درست کردن، بندوبستات درست کردن، اینا حالی به جای نرسید. تأکیدشون هیچی نبود. خب پس تنه اصلی بحث در این سالها شناخت مغالطات بوده. عذر میخوام از شما. مغالطات بوده. شما وقتی به سخنی گوش میده فرا میدهید، واسه این توان در ذهن حضرت عالی و بنده که شنوندگان سخن و آخوند هستیم که میگوید برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم، باید بتوانیم رو تحلیل کنیم. نمیتوانیم. یه اندکی هم تمکاریم، میپذیریم. آقا چیز مجانی در دنیا وجود هرگز نداشته. کسی به کسی برق مجانی نتوانسته بدهد. آب مجانی نیست، نمیشود. به جهت اینکه برای اینکه این آب برسه به منزل شما و بنده، باید دستگاه ها باشد، بایستی مهندسان باشند، بایستی که عرض کنم تکنیسیان ها باشند، بایستی هزاران نفر کار بکنند تا این آب برسه. اینا باید پرداخت بشن، مزد بگیرن، کار کنن. آمدن گفتن که حرام است. آقا ربا حرام است. برای بانک ها هم همجور. تنها جایی که 22% بهره میدهن بانک های ایران هن. به طوری که اقتصادی نداره ایران. وقتی که اقتصاد به این خوبی هست، آقا شما که پولی داری میبری میزنی 20% میگیری، در هیچ کسبی، در هیچ تجارتی 20% شما گیرتون نمیاد توی این آمریکا. نت خالص بانک های آمریکا چقدر میدن؟ 3%، نهایت 3%، 4% به طور روزمره معلوم میکنن که بهره چقدر است. بهره رو پایین نگه میدارن که سرمایه گذاری ها بشه و در جامعه. وقتی بانک 22% بدن، خب بهترین کسب اینه که پولو بگذاری بهره شو گیری بخوابی. خب منظور همچین اقتصادی هیچ کس سراغ نداره در جهان. 20%؟ میرین دم این مغازه ها شبان روزی بازن، 7-11 ها و اینا. میپرسی آقا شما اینجا منفعتتون چقدر؟ میگی آقا ما مارکپمون 30%. یعنی یه جنسی که میخریم 30% اضافه میکنیم، قیمت گذاری میکنیم، ریتیل میکنیم در واقع. و بعد که حساب میکنیم بعد از دادن اجاره و نمیدونم مزد کارگر و اینا، یه چیزی شاید 15% برای ما، 10-15% نت یا خالص بمانه. 24 ساعت هم داره میدوه. آمده بود میگفت که ربا حرام است. این چه یعنی حرفای مزخرف لاتاره. خب اجازه بدید که ما برویم سراغ شیخ اجل سعدی. بله اینجا سعدی عرض شد که دو حکایت آورده که با هم متضاد هستند، ولی خب شاعر است، اشکالی نداره. میگوید سه کس را شنیدم که غیبت رواست، و از این در گذشتی چهارم خطاست. در حق سه نفر ما میتوانیم غیبت بکنیم، این چهارمی نداره. و از این در گذشتی چهارم خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند،
که از او بر دل خلق بینی گزند. اولین کسی که میشه پای سرش غیبت کرد پادشاه ظالمه. چرا؟ که از او بر دل خلق بینی گزند. مردم درد به دل هستن از حاکم، بنابراین اون باید پای سرش حرف زد. حلال است از او نقد کردن خبر، مگر خلق باشند از او بر حذر. اینجا مگر به معنای تا، یه بایستی گفت به مردم ستمهای حاکم رو تا مردم ازش فاصله بگیره. دوم، پرده بر بی حیایی متن، که خود می درد پرده خیشتن. زهوزش مدار ای برادر نگاه، که او می در افتد به گردن به چا. سوم، کج ترازوی ناراست خوی، ز فعل بدش هرچه دانی بگو. یکیم کم فروش، بله. دومیش هم آدم بی‌حیاست، کسی که پرده بر بی‌حیایی نمی‌تند، یعنی روشسته به قول معروف، و دائم سخنان زشت از دهانش بیرون میاد. بنابراین این سه گروه بایستی پشت سرشون گفت که اینا چیکار هستن. سوم، کج ترازوی ناراست خوی، ز فعل بدش هرچه دانی بگو. بعد یه داستان آورده. شنیدم که دزدی در آمد ز دشت، به دروازه سیستان برگذشت. به دزدید بقال از اون نیم دانگ، برابر دزد سیاهکار بانگ. خدایا تو شبرو، شبرو یعنی دزد، تو شب رو به آتش مسوز، که رحمی زند سیستانی به روز. یه دزدی آمد از بیابان، آمد وارد دروازه سیستان شد، یک بقالی در اونجا جیبش زد، بدزدید بقال از اون نیم دانگ. دانگ واحدی بوده، بله. برابر دزد سیاهکار بانگ. خدایا تو شب رو و آتش مسون. دزدا شب میرن دزدی، شب میرفتن دزدی. این خودش یک بودی از فرهنگ منطقه رو نشون میده که چرا دزد شبا میره دزدی. چون خجالت میکشه در روز، نمیخواد چهرهشو ببینن. اینجا آمریکا رو هفتیرش در میاره، میذاره چشات نگاه میکنه، میگه پول بده. اونجا اون دوز بیچاره شرقی اینقدر آبرو داره که دوز هست ولی شبا میره، تو تاریکی نبیدنش، قالی چیزی بندازه به کول یا علی. این یا علی هم برای دوزی مثل که به همه چیز بهتر جور در میاد، چون مدد زیادی میخوایی وقتی که قالی چر انداخته بگو یا علی الفرار. بله، دم دروازه یه بقال سیستانی جبشی میزنه. حالا سعدی چرا یقه سیستانی های بیچاره رو گرفته من نمیدونم، ولی اینجوری آورده. یه خدایا این دزدان شبرو رو در آتش مسوز، که ره میزند سیستانی به روز. البته حرف خیلی نادرستی زد سعدی. مغلطه تعمیم جز به کل کرده، که حالا اگر یه بقال سیستانی جیبی کسی رو زد، شما که نمیتونی بگی آقا سیستانی ها جیب برن که ره میزنن سیستانی به روز. این مغالطه است. مردم شریف محروم سیستان، ایداد بیداد، یک رودخانه ای بود آقا به نام هیرمند. قصای ما خیلی قصای پردردی است. افغانستان هم در حوزه فرهنگ مملکت، این رودخانه رودخانه ایرانی بود آقا.
فرض میکنیم از دو کشور رودخانه بین المللی رو کسی نمیبنده که سد ببنده بعد قطع کنه، خب بیان همین کارو بکنن که نمیشه که. آمازون رو بیان ببندن، نیل رو بیان ببندن، یک کشور بگه نیل آقا از کشور من رد میشه، ما میخوام ببندم سد بندی کنم و خیار بکارم و هندونه، میسر نیست. اونم هیرمند رودخانه تاریخی. ده ها بار در شاهنامه این هیرمند آمده، جنگ رستم اسفندیار در کنار هیرمند اتفاق افتاده، تمدن منطقه قبل از آریایی ها در کنار هیرمند بوده، حکومت بی ارزه ایران که هیچ ارزه ای نداشت جز ادعا هیرمند داد، خوش شد، همه چیز خوش شد. دریاچه بزرگی اونجا بود و هیر سیستان زنبیل خوراک ایران در زنبیل سیستان بود. از میزان مالیات هایی که خلفای عرب از سیستان می گرفتن پیداست چه منطقه ثروتمند آبادی بوده از برکت رود هیرمند. دادن رفت، بعدم بحرین رو دادن رفت. فقط ما فحش بلدیم بدهیم، فحاشی میکنیم. آقا هر کسی که با این کارهای ما مخالفت کند آقا هیرمندی که نمیشه داد رفت. اگر که میشد، اگر که چه عرض کنم، بایستی ایران لشکر میکشید و حق خودش از هیرمند میگرفت اگه به قیمت جنگ هم بود. آقا 12 ساعت شما، 12 ساعت مال ماست. این حداقل چی کاری بود که میتونست بکنه؟ مردم مهاجرت کردن اون منطقه، خوش شد و خاکاش هم دارن توبره میکنن میفروشن به عربا. شنیدم کامیون ها پشت سر هم خاک پر برکت حاصل خیز سیستان بلوچستان میفروشن به عربای بی خاک. خاک ندارن عرب. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. تا چند دقیقه دیگه. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره شما هموطنان، بینندگان محترم، عرض میکنم خدمتتون که این موسیقی ایرانی کارش به جای رسیده که بعضی آدم فکر میکنه یه موش اجنه دارن میخونن تو تاریکی. میدونید که
برابر قرآن و اسلام عزیز، اجنه، جمع جنه اینا هستن. خب بعید نیست ستار دست بگیرن تو تاریکی بخونه. تجسم من این گونه است، یعنی اون چه شور عاشقانه بوده و اون چه احوال عشق و آرزو و زیبایی در این موسیقی بوده که جان موسیقی این چیز هاست. روی هم بهش میگوییم غنا. غنا یعنی ما را از حالت عادی ببره به یک اوجی، نه که صداهای اجنه یا قبر آقایی یا صدا اجنه. گروه کر اجنه الان براتون چیز میخونه، براتون میخونه، بزنید به سینه. ای بابا، به کجا داریم میرویم؟ یه عده آمدن این تار و ستار رو کردن مسلسل بعد از انقلاب و گفتن ما هم میخواییم انقلاب کنیم. بقیه هم دیدن که آقا آهنگساز دیگه نیست، ترانم که نمیشه باید گفت، چون ترانه جان مایه، ترانه عاشقانه عشقه، جان مایه غزل عشقه، غزل برای آواز ساخته میشه، بیان عشق، لغات و مصطلحات عاشقانه می است و شب است و بوسه است و نمیدونم. گفت ای برگشت مژگان، ماینه کرمانشاهی مرحوم، مژگان هست و خلاصه هر کاری یک وسیله و یک ادبیاتی داره، ادبیات عاشقانه عاشقانه است. نخیر، این با فقه جعفری سازگار نیست، نمیشه. چیکار بکنیم؟ آخوندا نمیذاره. بزنیم به دیوان مولانا، اون تا اونایش که عاشقانه نیست، بزنیم به دیوان حافظ و یه ضربم زیر بغل و این شد موسیقی. خب دوستان، به این مملکت بسیار کسان خدمت کردند و هیچ خیری ندیدند. هر کسی به کشور خدمت کرد، در کنج انزوا یا کشتنش یا در زندان مرد یا در غربت. خادمان و وطن دوستان محروم بودند در ایران. چرا؟ به دلیل اینکه همواره استبداد حاکم بوده. یه عده بی شعور بی عقل چماق به دست زورگو دزدان رو جمع کردن به سر ملت کوبیدن. از کجا؟ از مرزهای یونان تا چنگیزخان مغول صحرای گوبی به سر ما زدن. کم زورگویی بوده که زورش رو تو سر و صورت ما امتحان نکرده باشه در کل این پهنه آسیا تا بریم به اروپا. حتی در عصر جدید این جنگ اول و دوم هم زورشون رو ما امتحان کرد، زورخانه بوده. خب بزرگترین اتفاق سیاسی تاریخ این انقلاب مشروطه بوده. و انقدر بر سر این مشروطه زدن و انقدر قانونش رو پایمال کردن و انقدر نهادهاش رو ضعیف کردن و انقدر بی‌اعتبار کردن که یه آخوندی پا شد از فرانسه آمد در سینی نقره مملکت رو برداشت دورن. اگر که اون قانون رعایت شده بود، اگر احزاب سیاسی بودن، اگر سیاسیون درست حسابی در اون کشور وجود داشت، اگر ملت مسلح بودند که میبایستی میبودند، هزار و یک اگر دیگه که اینا پیشبینی شده بود در اون قانون و ملت بزرگوار نجیب ایران برای این آمال پای به میدان مشروطه گذاشته بود رعایت شده بود، کشور به دست گدایان نمیافتاد و چاقوکشان و عرازل و اوباش. بعد ما فکر کنیم به این داستان.
مشروطه برای مدرنیتی، مدرن شدن مملکت اتفاق افتاد، برای عدالت، داشتن عدالت خانه، یعنی مجلس، یعنی نمایندگی مردم، یعنی حکومت مردم بر مردم، از برای مردم. هنوز این ترت متولد نشده، با پوتین اومدن سراغش، پوتین و قمعه روسی و اینها. اما چه خونهای پاکی ریخته شد. یکی از این بزرگان که نامش همیشه در تاریخ مملکت ما جاوید خواهد بود، یفرم خان ارمنی است. لطفا عکس رو یفرم خان رو نشون بدید، این مرد شجاع که ناپلئونی بوده در میدان جنگ، ناپلئونی بوده، در هیچ جنگی یفرم خان شکست نخورده. و وقتی که محمد علی میرزا گریخت، این نبود که اینا دست برداشتن. سپاهیان 30,000 نفری روس‌ها اینا، بله، یفرم خان مرد دلاور. اگر طرح‌های جنگی و جنرالشیپ یفرم نبود، مشروطه نمی‌شد. ما جنرالی در حد یفرم نه تنها نداشتیم در مشروطه، در ارتش هم نداشتیم، هرگز سراغ نداریم. شاید عباس میرزا مثلا بشه مقایسه بشه، در عصر جدید عرض می‌کنم. سپاه 30,000 نفری کی؟ خود محمد علی میرزا با توپ و توپخانه برگشت، تمام دزدان جمع کرد از خطه شمال و ارشد دوله جنرالش، چندین هزار تن با توپ و تفنگ و تشکیلات و اینا، شاه دوله، شاه سلطنه، سالار دوله، اینا با سپاهیان بزرگ غارت میکردن و میامدن پای تخت رو بگیرن و محمد علی میرزا رو به تخت نشانن. نیروی دفاعی در تهران ما چه داشتیم؟ یک نیروی بختیاری داشتیم از جان گذشته، سخت شجاع، و 500 نفر شاید ارمنی داشتیم زیر فرماندهی یفرم خان و سلام علیکم و رحمت الله. یعنی نیروی مدافع مشروطه و مدافع انقلاب مشروطه و مدافع پایتخت کشور، نگهران مملکت، اینا حدوداً 2000 نفر، 2500 نفر، نهایت همه جنگ ها رو بردن. به جهتی که یک جنرالی مثل یفرم بررسی میکرد صحنه میدان جنگ رو، نقشه میکشید، میداد به سردار اسد و جنگجویان بختیاری، میگفت در چه لحظه چه کار بکنید. مثلا در جنگ ارشد دوله که چیزی نمونده بود تهران رو بگیره، ارشد دوله، ببین عکسش رو پیدا میکنید، ارشد دوله لطفا آمده بود تا نزدیکی تهران و توپ و توپخانه رو بر سر تپه ها و جاهای استراتژیک رو گرفته بود و تعداد زیادی هم با خودش همراه کرده بود، همه سواران چالاک مسلح. یفرم خان با یه عده معدودی بختیاری رفتن اونجا و عده معدودی ارمنی، یعنی شاید سپاهشون به هزار نفر، 1200 نفر بیشتر نمیشد. دید که همه جا رو گرفته، یک تپه یادش رفته، ارشد دوله یک تپه یادش رفته بود. یفرم خان ضعف رو دریافت، گفت اون یک تپه رو میبینید، اونجا رو یادش رفته. من با گروه ارمنی، ارامنه به یفرم پدر میگفتن، گفت ما میرویم، یک شخصیت آلمانی هم ما داریم که متخصص توپخانه بود و خیلی خیلی کارساز بود. یفرم گفت من میرم با توپخانه از پشت اون تپه، اون تپه رو که گرفتم، بله این ارشد دوله است، بله این ارشد دوله است، جنرال خیلی شجاع و خیلی مشهور محمد علی میرزا که در همین جنگ که عرض میکنم گرفتار و تیرباران شد، همین شخص که ملاحظه میکنیم. و نقشه جنگی رو روی کاغذ کشید، یفرم خان داد به دست سردار اسد، سردار اسد که عرض میکنم سردار اسد سوم هستا، و گفت وقتی که توپخانه ها
به صدا در آمدند، ما سمت راست سپاه ارشد دولت رو زیر آتش توپخانه میگیریم. وقتی من پرچم قرمز رو حرکت دادم، شما دو دسته میشید، یک دسته سمت چپ سپاه رو مورد حمله قرار میدن، یک عده سمت راست سپاه رو، و همین کارم کردن و شکست افتاد به سپاه ارشد دولت. خیلی سریع این کاراش این کارای ناپلئون بوده یفرم خان. و ارشد دولت خواست فرار کنه، پاش تیر خورده بود، بیچاره نتوانست، او رو گرفتن، همین جنرالی که دیدید، آوردنش زیر چادر و پزشک آوردن، زخمش بستن و غذای گرم براش آوردن، منتها درجه مهربانی و احترام کردن، گفتن آقا شما نگران نباشید چنین و چنان، و او تمام جریاناتی که برای گذشته بود و بر سپاهیان گذشته بود و بر محمد علی میرزا در روس که روسا کمک کرده بودن که این برگرده و پادشاهی رو بر بیاره، این روسا بدترین دشمنان ایران بودند، بدترین همسایگان این روسا بودند، امروز هم هستند. بزرگترین خیانت ها امروز با همکاری آخوندها و روس ها در حق ملت ایران می شود و در حق ملت منطقه، از سوریه بگیرید تا خود ایران. صبح شد، دستور پایتخت بود که ایشون رو تیرباران کنن. بختیاری ها به یک روایت نامه نوشتن آقا ما اسیر رو نمی کشیم، سنت ما نیست اسیر رو کشیم. گفتن بسیار خوب، بدید به واحد ارامنه تا او رو بکشن، تیربارانش کنن. و چند عکس هست از او در حال تیرباران شدن. و آخرین چیزی هم که ارشد دولت گفته است زنده باد محمد علی میرزا و خاموش شده. در حقیقت یک بار ژاندارم ها رو مأمور کردن تیرباران کنن، دیدن که اینا مثل که مشکوک هستن، هیچ تیری به ارشد دولت اصابت نکرد، دادن به بله این جسد، فکر کنم جسد ارشد دولت است، بله، بعد از تیرباران و روی زمین، و بعد آوردن او رو در تهران در مقابل دید مردم گذاشتن. این یکی از جنگ های یفرم خان بوده و بسیار اتفاق افتاد که سپاه دولتی یعنی سپاه ملی سوس شده بود، ممکن بود که راه فرار بگیره. یفرم هر دو صورتش هست، به تنها تنخیش جنگ رو برده، یعنی نقشه های جدید داده و منتهای شجاعت رو خودش از خودش بروز داده. و خلاصه مشروطه ما خیلی خیلی مدیون یفرم خان هست. و یه مجسمه کوچکی هم دیدم از او ساختن در ایران. و بعد یفرم خان شد رئیس شهربانی کل کشور، یعنی امور اجرایی قانونی کل مملکت رو مجلس ملی به این سردار و سپه سالار بزرگ دادن. مردم کسروی در اینجا تاریخچه یفرم خان رو آورده، نوشته از تاریخچه از یفرم خان، میگوید در ایران کمتر کسی نام یفرم خان نشنیده و کسانی که تاریخ مشروطه ایران را میدانند از اندازه ارزش کارهای او آگاهند. این زاده ارمنستان در اون جنبش از میان آزادی خواهان سر برافراشت و دلیری و شایستگی بسیار از خود نشان داد و یکی از سرداران به نام جنبش گردید و سرانجام در اون راه کشته شد. یفرم در جنگ شوریجه کشته شد که سپاه ملی در تعقیب سالار دوله بودن، به شوریجه رسیدن، به املاهای مختلف نوشته شده و آقای فرمان فرما هم فرماندهی کل سپاه رو بر عهده داشت. همه طرحهای جنگی هم تو که عرض کردم توسط یفرم ارائه می شد و اندکی سستی دید یفرم خان در کار سپاه، به تنهایی تاخت کرد به طرف دیوار دژ
یک گلوله زیر گوشش خورد، از اون سو خارج شد. یکی از مدافعین اون دژ سر جوانی بود، تیری انداخته بود که این تیر سرنوشت ساز در واقع یبرم خان بزرگ رو به قلب رساند و او رو بردنش پیش عرض کنم فرمانده کل. فرمان فرما گفت ایشونو برای کسب تکلیف بفرستید به تهران. جمعون رو وقتی آوردن بیرون، یکی از فدایان یبرم اسلحه کشید و اون جمعون رو کشت به انتقام خونه یبرم خان. این سرنوشتش بود، یکی میگوید کشته شد در جنگ شوریجه بود. بله، از این مرد در تاریخ مشروطه در بسیار جاها نام برده شده و کارهایش نوشته گردیده، ولی به جا بود که تاریخچه جدایی از او در دست، تاریخچه جدایی از او در دست باشد. این تاریخچه که در اینجا چاپ میرسه یکی از ارمنی های تهران چند سال پیش نوشته و به نزد آقای کسروی آورده و چنین پیداست که اون را از ارمنی ترجمه کرده است. چون که خوانندگان هم خواهند دید شیوه نویسندگی اون ناشیانه است، با این حال ما اون را عوض نکرده بهتر دانستیم که چنان که بود به چاپ رسانیم. تنها در برخی جاها که معنی نافهمیدنی بود اندک دستی برده شد. خب برگردیم و بپردازیم ببینیم که این رساله کوچک که علامه کسروی منتشر کرد در باب یبرم خان چه نوشته است. یکی از کتاب‌های مهم مربوط به مشروطه نوشته ملکزاده است، دکتر ملکزاده. پسر ملک المتکلمین بود. ملک المتکلمین از بزرگان آزادی خواهان ایران بود و او رو بردن در باغ شاه به دستور محمد علی شاه کشتن، او و میرزا جهانگیر خان رو مشهور به سور اسرافیل کشتند. باری در تاریخ ملک زاده تاریخ مشروطه خیلی مفصل آمده از همه ابعاد. مرحوم کسروی بیشتر توجهش به آذربایجان بوده و در باب نقش بختیاری ها خیلی خیلی مختصر کرده داستان رو، در حالی که ملک زاده حق مطلب رو ادا کرده. بدون وجود بختیاری ها هم میسر نبود و چه تعداد بختیاری ها کشته شدن، فرزندان خوانین بزرگ کشته شدن یا بر اثر اشتباه یک درگیری در نزدیکی کرج گروه جانبازان ارمنی گمان کردن سپاهی که داره حرکت میکنه و میاد به طرفشون از ارتجاعیون هستن. جنگ درگیر شد، تعداد زیادی از فرزندان خوانین کشته شدن و میگوید من تصور کردم سردار اسد به ما خشم خواهد گرفت. یفرم میگوید سردار اسد حاجی عقلی خان رو عرض میکنم، فاتح تهران. میگوید درست برعکس، فردا سردار اسد من طلب کرد رفتم خدمتشون و منتهای ادب و احترام با من رفتار کرد و گفت در این گونه حوادث بزرگ خطاهای بزرگ هم حادث می شود، شما هیچ نگران و مایوس نباشید، به جنگ ادامه بدهید علیه ارتجاعی. و این نکته هم عرض کنم خدمت هموطنان بختیاری که بچه های حسین قلی خان ایلخانی طرفداران آزادی بودن، اما پسر عموها مثل سردار جنگ و امیر مفخم طرفداران استبداد بودن ابتدای کار و همه سعی سردار اسد این بود که بین بختیاری ها برادر کشی نشود. این داستان خیلی داستان مفصلی است. سرانجام پسر عموها آمدن به طرف آزادی خواهان وقتی که محمد علی میرزا گریخت بعد از حمله‌ای که به ایران کرد. سردار جنگ مأمور سرکوب یاغیان شد و تعدادی از دایی‌های مخلص هم در این جنگ‌ها کشته شدند. حالا بماند، خیلی مطلب مفصل است. تاریخ ملک زاده خیلی سه جلد قطور است. من توصیه می‌کنم
اگر که علاقمند هستید به این قضایا، حتما این تاریخ ملکزاده رو بخوانید. مرحوم مکوشار بهار هم در تاریخ احزاب سیاسی که تحریر فرموده است بسیار نقل قول کرده از تاریخ مشروطه ملکزاده. تقریبا همزمان نوشته شدن بود با تاریخ مرحوم کسروی تقریبا. خب اینجا نوشته است بمباردمان مجلس شورای ملی از طرف محمد علی میرزا تأثیرات عمیق و سرنوشتی به جنبش مشروطه ایران بخشید. بعد نوشته است فیتال. فیتال یعنی کشنده، مرگاور، مهلک. اینجا ترجمه کرده سرنوشتی. کسروی هم گفته که اینجا غلط زیاد هست. به حرف زد. ظاهرا مقصود نقشه کشی اجرا شد و ضربت به نتیجه مطلوبی رسید، یعنی جنبش انقلابی خاموش و اقتدار مستبد مطلق الانان و قرار شد. انجمنها که کانون انقلاب محسوب می شدند بسته شدند. پیشوایان مشروطه خواهان یا دستگیر یا پنهان شدند و یا فرار کردند و اغلب از طرفداران مشروطه در وحشت و اضطراب افتاده خودشون را جمع کرده کنار گیری کردند. راست میگه، کسی دیگه نمونده بود. نسیم سنگین و خفه کننده تمام کشور را از طرفی به طرف دیگر فرا گرفت، ولی در زیر پرده این سکوت ظاهری و در تحت هراس خوفناک برای مشروطیت روش جدیدی تولید میشد، یک روش که عملی تر از سابق بود. نقشه های انقلابی کشیده میشد، فعالیت مخفی تأسیس و برای کارهای آتیه افکار و زمینه میگردید. این فعالیت بیشتر در ولایات به وجود آمد تا پایتخت که ساکت مانده بود. یک نکته قابل توجه که باید در نظر داشت این است که جنبش مشروطیت ایران چون انقلاب مللی دیگر اگرچه در مرکز شروع شد، ولی از چشمه های ولایات آب میخورد. بیش از همه نمایندگان و پیشوایان ولایات بودند که آتش انقلاب را روشن نگاه می‌داشتند. خب این ساختار سنتی ایران چنین بود که ده گوشه ایران رجال بزرگ بودند که مردم به حرف اونها گوش می‌دادند. اینا مثل احزاب سیاسی عمل می‌کردند. اگر مردم نیازمند می‌شدند به سپاه، مملکت نیازمند می‌شد به دفاع، اینها بودند که می‌آمدند در همه جنگ‌ها. از روزگار باستان بعد که ملت خل سلاح شد و توسری خورد از استبدادهای بعدی، قانون هم رعایت نشد، نه مدرن شدیم، نه اینکه سیستم گذشته رو دیگه داشتیم. از یک سو اونو دست دادیم، از یک سو چیزی به چنگ نیاوردیم. این است که آخوند به راحتی آمد و کشور رو تحویل گرفت، مقاومتی نبود مقابلش. کلیدهای اسلحه خانه ها رو تحویل آخوند دادیم و فرار کردیم. خب یک نقطه قابل توجه که باید در نظر داشت این است که جنبش مشروطه ایران، خب اینو خوندم، اینها بودند که جد و جهد بله که جد و جد به افزودن قوه مشروطیت می نمودند و جدیت نمایانی کردند. پیشوایان و رؤسا و مجاهدین هر یکی تکلیف خود را انجام میداد. رستم که اولین پیشوا و مؤسس اون فرقه بود و نفوذ در فرقه و در محبته تمام ارامنه داشت، که از طرف رفقا خود واقعا پرستیده میشد چون تمام عمر خود را جهت پیشرفت مقاصد فرقه کرده بود، عازم ایران شد. در تهران و گیلان و آذربایجان گردش کرد. زندگی یفرم خان رو میگوید که حالا در بعض داستان ها آمده است که ایشون رو دولت تزاری گرفت، در سیبری زندانی کرد و یفرم فرار کرد، پیاده رفته ژاپن برابر یک گزارش و باز برگشته و به ایران آمده. بله مقصود او این بود که اولا گفتگوی با مقامات لازمه کند که برای مقاومت و جلوگیری از مستبدین جبهه واحد و مشترک انتخاب شود و ثانیا سرکشی به کمیته های فرقه و داوطلبان اون بکند.
در موقع بلوای تبریز او همیشه پهلوی ستارخان بود و چون سردار ملی یعنی ستارخان تجربه اندوزی و ذهن و فکر و وسیع و نفوذ و فداکاری رستم را خوب فهمیده بود، بنابراین او را خیلی دوست می داشت و برای هر اقدامی با رستم مشورت می کرد. یک عده نسبتا زیادی از داوطلبان ارامنه مسلح شده از قفقاز از سرحد روسیه با زحمات زیاد خود را به خطر انداخته وارد تبریز می شدند و به دستور رستم به خطرناکترین نقاط جنگ فرستاده می شدند. جوانهای قهرمان تحصیل کرده، صاحب زن و بچه، صاحب شغل و مکنت تمام، اینها را تمام اینها را جا گذاشته به تبریز می آمدند برای شرکت در جنبش آزادی خواهی و برای اون که در تحت اوامر رستم بجنگن و کار کنند اونجا می آمدند. برای اثبات فداکاری های داوطلبان ارامنه که به آذربایجان آمده بودند کافی است اگر ذکر اظهار قدردانی را که ستارخان می کرد خاطر نشان کنیم. ستارخان همیشه تمجید می کرد و می گفت اگر 200 نفر از این مردان داشناکسیون می داشتن توبها را برداشته تا پتر یا پیتر یک سره می رفتن. منظور سن پیتربورگ است که ما پتلپورت می گوییم. بله، ستارخان بی نهایت اطمینان به رستم و به داوطلبان ارامنه داشت و به او واضح بود که در هر جنگ که اینها بروند همیشه فاتح برمی گردن و این حرف درسته. این بود که در موقع باریک همیشه رو به رستم کرده می گفت مردان خود را به محل بفرست. خود رستم هم شیمیست ماهر بود، یک کارخانه بمب‌سازی در تبریز تأسیس و توسط چندین نفر شب و روز بمب‌های اقسام مختلف می‌ساخت و مستبدین را در خوف و وحشت می‌انداخت. یفتم خان هم که عضو داشناکسیون بود، نماینده کمیته گیلان اون فرقه و سرکرده اون صفحات بوده است، یفتم در گنجه متولد شد و خیلی کم تحصیل کرده بود. طبیعت ناراحت و جسوره او نگذاشته بود که تحصیلات خود را تمام کند. با داشتن روح انقلابی از کوچکی میل به عملیات جنگی داشت و در 18 سالگی داخل یک دسته انقلابی شد که سرکرده اون کوکونیان محصل دانشگاه پیترزبرگ بود. بله، این دسته مسلح خیار داخل شدن به ترکیه داشت ولی در صحرا از طرف قوای روس محاصره و دستگیر و رئیس اون با 25 نفر رفقای خود به سیبری فرستاده شد، همونی که عرض کردم. در اون صفحات یخبسته و در یفرام تمام زحمت‌های اعمال شاقه را می‌چشید تا بالاخره با 3 نفر رفیق خود تصمیم گرفت که فرار کند و نایل به مقصود خود شدند. ولی ماها طولانی در راه خطرناک با رنج و مشقت و زحمات بزرگ تصادف کردند تا بعد از چند ماه وارد ایران شدند و به آذربایجان آمدند. بله، نقاط فعالیت ابتدای یفرام قرچراغ و خوی و سلماس و تبریز بود. ابتدا در اونجا در آن نقاط داوطلب فرقه بود و در همون موقع معلمی هم میکرد. بعد به قزوین حرکت و داخل کار ساختمان شوسه رشت و قزوین شد و بالاخره اقامت خواه خود را رش قرار داده یک کوره آجرپزی تأسیس کرد و در ضمن اون به تکالیف اجتماعی خود هم پرداخت. لازم تذکر نیست که یفرام در رش اغلب اوقات خود را به کارهای عمومی صرف میکرد و کارهای کمیته را انجام میداد. در موقع جنبش مشروطه او هم به جوش آمده داخل عملیات شد، تبلیغ میکرد، تشکیلات به وجود میآورد، تقاضای فعالیت واقعی و عملی و جدی میکرد. یفرام طرفدار عملیات افراطی بود و پیشنهاد میکرد که تمام وسایل برای سرنگون کردن استبداد غنیمت شمرده شود و با ضربتهای پی در پی و مستقیم استبداد را در استراب انداخته گردد. یفرام از طرف کمیته داشناکسیون نماینده در کمیته ستار بود. این کمیته پیشوای انقلابیون در رشت به شمار میرفت. جنگ های آذربایجان و مقاومت قهرمانانه تبریز یفرام را خیلی به جوش می آورد و لاینقطع پیشنهاد می کرد که به یک اقدام برای کمک به تبریز پرداخته شود. نقشه ها می کشید، فکر ها می کرد. بله، و عقیده او در این موقع که تبریز جنگ آزادی یا مرگ می کرد برای تشکیلات و اعضای مشروطه خواهان هیچ کجا ساکت نشستن صداوار نبود. بنابراین پیشنهاد می کرد که باید اقدامی کرد و نگذاشت که استبداد تا
تمام توجه خود را به یک سو گردانیده و تمام قوه خود را به یک طرف بفرستد و مغلوبش کند. این دلاوری که تبریزیان به رهبری ستارخان نشون دادن سالهای 1911 در تاریخ بشر کمیاب هست. شما اگر جزئیات شجاعت‌های این دلاوران ایران زمین بخوانید، صد بارم بخوانید، مثل که تازه است. اونقدر پر از شور میهن دوستی است و آزادی خواهی. و تبریز بود که پرچم آزادی رو نگاه داشت تا استبداد یک سر سرکوب شد و جنگ های دوباره محمد علی میرزا با ملت زیر کاردانی مردانی مثل سردار اسد و یفرم خان و دیگران، اینها در واقع این جنگ ها به نفع ملیون تمام شد. بعد از سعی و جدیت و حاضر کردن یک عده و بعد از تهیه مقدمات، بالاخره موفق به تشکیل یک دسته مجاهدین گردید که هرچی کم عده ولی جسور آماده به فداکاری بودند. دسته کوچکی هم پسران حاجی وکیل، دو برادر میرزا کریم خان و معز سلطان داشتند. اینها مخصوصا به قفقاز رفته، چند نفر گرجی همراه خود به رشت آورده و به خرج خود اونها را نگاه می داشتند. در اوایل 1909 یک روز حاکم گیلان آقا بالاخان سردار به عادت معمول خود میهمانی تهیه کرده و دوستان خود را به باغ مدیریه دعوت کرده بود. میرزا کریم خان و معز سلطان خودسرانه یک نقشه می کشند و با دسته گرجی های خود حمله به باغ کرده آقا بالاخان سردار را به قتل میرسانند. و همون که این خبر به شهر رسید، فوراً یفرم با دسته خود حمله به اداره حکومتی کرد. بعد از اون زد و خورد مختصر اداره را تصرف کرد، آتش زد. این موقع اون دو برادر با گرجی ها و دسته خود رسیده داخل جنگ شدند. در این زد و خورد یک مجاهد ارمنی و یک گرجی کشته شدند. با تصرف اداره حکومتی شهر رشت تمام به تصرف انقلابیون در آمد. مشروط طلبان موز سلطان را حاکم موقتی انتخاب و به محافظت شهر را به عهده یفرام و مجاهدین قرار دادند. ولی برای اون که مسئله عمومیت پیدا کند و تمام طبقه ملت شریک کار باشند، یفرام با آگاهی کمیته داشناکسیون با آگاهی کمیته داشناکسیون مجمع عمومی در مدرسه تشکیل و یک هیئت حربیه انتخاب کرد که مسئول حفاظت شهر را عهده‌دار شوند. در این موقع سپهدار که به حکم دولت به صوب تبریز حرکت و در محاصره تبریز شرکت کرده، ولی چون ما بین عین دوله که فرمانده کل و والی آذربایجان بود و اون نزاع افتاد و سپهدار قهر کرده بود و از راه آستارا میخواست به املاک خود در تنکابان برود و به رشت رسیده بود، انقلابیون موقع را غنیمت شمردن، تصمیم گرفتن او را در شب نگاه داشته حاکم کنند و به این مقصود نماینده نزد ایشان فرستادند. این منظور محمد ولی خان تنکابونی است، یکی از دو فاتح تهران ایشان است که البته بعض حرکات مشکوک از او دیده شد و بسیاری گفتند که او در واقع با روس‌ها در تماس است و در باطن دوستدار برگرداندن محمد علی میرزا هست در تخت سلطنت، ولی هم به اثبات نرسید. سرانجام این سردار خودکشی کرد، بدهکار شد. داستانش مفصله که در اینجا نمی گنجد، یک روز در باب ایشون صحبت میکنیم. لازم به ذکر نیست که بعد از این موفقیت عده زیادی داخل دسته یفرام شدند. از رشت، از انزلی و غیره داوطلبان قفقاز هم وارد رشت گردیدند. اغلب این داوطلبان سرباز و صاحب منصب ارامنه بودند که در قشون روس خدمت کرده بودند و یا مجاهدینی بودند که کار و آزموده و در جنگ ها تجربه ها تحصیل کرده بودند. در ضمن چند نفر هم گرجی و تاتار هم بودند. مثل که وقت ما داره چند عکس نشون بدید لطفاً از مجاهدین ارمنی اگر وقت هست،
من یه افرام خان، چون وقت ما داره به پایان میرسه، لااقل چند تصویر ببینیم، هموطنان خسته نشون از دیدن ما فقط در اینجا. بله، خوشبختانه از این مجاهدین و جانبازانی که برای آزادی و عدالت در ایران جنگیدن تصاویر بسیاری هست. عکس کم نداریم از یفرم خان کری یا گری که معاونش بود و سایر مجاهدین ارمنی و بختیاری که اینا جان بر کف دفاع کردند تا مشروطه تشکیل شد و انتخابات. متاسفانه انگلیس ها تحمل آزادی و دموکراسی برای ایران رو نداشتند. یک کودتا راه انداختند و قانون رو از مملکت در واقع صادر کردن به انگلیس، گفتن ایرانی قانون لازم ندارد. پوتین و چماق، با چماق آقا کارها سریع پیش می رود. بله، اینا مجاهدان تبریز هستن، همه مسلح. این زمانی بود که یک چاشنی در تمام مملکت ایران پیدا نمی شد. بله، مجاهدان تبریز. بله، وقت ما هم در اینجا هم تنم به پایان رسید. از سپر سپاسگزارم. از شما هم وطنان بینندگان محترم هر جا که هستید سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.